بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على الله نبي بعد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى بفرمايات پس دیده و دانسته برای الله همتایان نگیرید برای الله تعالی در عبادت همتایان نگیرید و شما می دانید که برای او در ربوبیت همتایان نیست و در قرآن اولین امر و ندا به توحید است و اولین نهی از شرک است. ابن عباس رضی الله عنه در تفسیر آیت می گوید انداد یعنی شرک و شرک آوردن از راه رفتن مرچه در تاریکی شب بروی سنگ صاف و سیاه پوشیده تر است، مثل اینکه بگویی به الله و حیات تو یا به الله و حیات فلانی و یا حیات خودم، یا بگویی اگر این سگ نمی بود یا این که مرغابی در خانه نبود دوزها می آمدن و گفتن شخص برای رفیقش هرچی الله و تو بخواهی و اینچنین گفتن که اگر الله و فلانی نمی بودن در سخنرانیت و فلانی مگو، اینها همه شرک به الله می باشند. روایت ابن ابی حاتم فرمود که پوشیده تر یعنی این اساترین چیز در پوشیدگی می باشد. پس هرگاه شرک در دلهای فرزند آدم از این پوشیده تر باشد، پس از الله تعالی طلب میکنیم که ما را در خلاص شدن از آن یاری دهد. دلیل دوم از عمر بن خطاب رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کس به غیر الله سوگند یاد کند کفر یا شرک ورزیده است. روایت ترمذی و حدیث را حسن گفتند و روایت حاکم و حدیث را صحیح گفت است. دلیل سوم ابن مسعود رضی الله عنه میگوید من اگر به نام الله سوگند دروغ یاد کنم بهتر است از این که به نام غیر الله سوگند راستین یاد کنم. و فرمود که کافر شود یا شرک کند، یعنی شرک اکبر است. اگر اعتقاد کند که به آن سوگند یاد شده به الله در تعظیم و عظمت برابر است، وگرنه آن شرک اصغر است. ابن مسعود رضی الله عنه این و این را دوست نمی دارد، بلکه بدی شرک از بدی دروغ بزرگتر است، زیرا شرک را بخشیده نمی شود. دلیل چهارم از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند نگوید هرچی الله و فلانی بخواهد، بلکه بگوید هرچی الله بخواهد پس فلانی بخواهد. ابو داود و سندی صحیح روایت کرده است. دلیل پنجم ابراهیم نخعی نقل کرد که گفتنی به الله و به توی پناه میبرم را مکروه میدانست و گفتهی به الله سپس به توی پناه میبرم را جایز میدانست. همچنین گفتنی اگر الله سپس فلانی نمی بود را جایز میدانست و نگوید اگر الله و فلانی نمی بود. و فرمود که ولیکن گوید، یعنی شریعت هرگاه دری حرام را بندد دری جایز را میکشوید تا که ترک حرام آسان گردد و تا که عالی بودن شریعت را بدانیم. اکنون مسئله های این موضوع: یکم تفسیر آیت سوره بقره در انداد، دوم اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم از آیت هایی که در باره شرک اکبر آمده است برای شرک اصغر دلیل می آوردند. زیرا کنید نظیر مسافر را بر سبیل مطلق یا در بعض امور شامل می شود. سوم سوگند یاد کردن به غیر الله شرک است، مانند قولی که سوگند به حیاتت، به حیاتم، به ذمه‌ات، در ذمه من، به ذمه من، در گردن من، به ریشم، به چهرم، به پیامبر، به شرف من، به کعبه، به نماز تو، به روزه تو، به عمر تو، به یاری. یا در سوگندش میگوید اگر این کار رو کرد و یهودی یا نصرانی یا کافر است. چهارم اگر در سوگندی به غیر الله راست بگوید گناهش از سوگند دروغی که به نام الله یاد کرده است بیشتر است و وای به الله سوگند خورد در حالی که دروغ میگوید تا به آن مال مسلمان را بگیرد. پنجم فرق میان حرف واو و ثم یعنی سپس، زیرا حرف واو تقاضای برابری میکند پس شرک میباشد و ثم یعنی سپس تقاضای ترتیب و بعد را میکند
پس شرک نمی باشد. مانند قول آنان قسم به الله و به تو و من در کفایگی الله و تویم و من جز الله و تو کسی ندارم و من بر الله و تو توکل کردم و این از جانب الله و تو است و الله برای من در آسمان و تو در زمین هستی و من به سوی الله و تو توبه میکنم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.